منم یاد خدا با عرض سلام، انشالله که جور صد سلامت باشین و خوش آمدین به گزارش امروز. هم البته تقریبا 12 روز نبودم، بالاخره دوباره برگشت و آمدیم در اینجا و گزارش هم میخوایم تقدیمتون بکنم. البته ما همین لحظه در سیروی خواجه بهرا سایه خیرخانه آمدیم کنار یک از دکتر صاحبایی که دوای کووید 19 را ساخته. ای که چی ترکیبات داره، چی حرفایی داره، خود دکتر صاحب چی میگه بر ما، از خودشان بیشتر میشنویم. وزیر صاحب صحت عامه چند وقت پیش اعلام کرده بود که مصاب شده به ویروس کرونا، البته در حالت نزول هست، یعنی کم شده روان است. بازم حرفای دکتر صاحب میداشته باشیم و همچنان همی دوایی را که خودشان ساخته و ببینیم که چقدر نتیجه داده و چقدر مردم توضیح کرده تا هنوزه. سلام علیکم دکتر صاحب، چی حال دارین؟ بخیر؟ خوب هستین؟ سلام شما، بسیار تشکر. صبح شما بخیر. بخیر باشین، زنده باشین، انشالله که مزاحم نشده باشم. دکتر صاحب محمد رفیع کاظمی. خب دکتر صاحب، ما جلب توجه ما را زیادتر ساختم این دوای کووید 19 را که جور کردیم. بازم خوش آمدین به یک لحظه تصویر ما قطع شد. سوال ما از دکتر صاحب این بود که چقدر مدت میشه که شما مثلا این کارای دوای یونانی را میکنین دکتر صاحب؟ بعدش باز میم روی دوایی که جور کردین به خاطر کووید 19. مدت های زیادی است. من تقریبا 16-10 سال در ایران بودم و فوق دیپلم از فاکولته ایران فارغ شدم، بخش گیاهشناسی، و شروع کردیم به کارهای گیاهی یا ساختن داروهای گیاهی. ما زیادتر کلمه یونانی رو به خاطر استفاده نمی کنیم که ما کلا ترکیبات ما از گیاه ها است. و مردم ما زیادتر به کلمه یونانی مشهور است بلد شدن، به خاطر از یونانی زیادتر استفاده می کنم. و هم یک مدت زیادی است که من سر داروهای گیاهی کار میکنم. داروهای مختلف را ساخته، مثل داروهای اشپایلوری که شما اینجا میبینید، یکی از بهترین داروهای است که تا حال شناخته شده به خاطر داروهای گیاهی. خب من دکتر صاحب سوال دیگه ای که در ذهنم گشته، زیادتر مردم از داروهای گیاهی استفاده نمیکنن، میرن بیشتر از دواخانه مثلا داروهای دیگه میگیرن. مثلا میایم امی دوایی که شما میسازین چی ترکیبات داره، عوارض جانبی داره نداره، در مورد از اینا برام بگویید. بسیار یک سوال خوب که همیشه مردم خواستیم که متوجه باشن. در کل ما چندین قدم که برداشتیم به خاطر ساخت داروها، یکی از دلایل خاصش همی بوده که رشد نکرده داروی گیاهی در افغانستان، ترکیب درست نبوده. شما ببینین ما چیز به نام جوشانده یا به صورت کپه یا به صورت چیزهایی که به اصطلاح سخت جوش هستن، اینا رو نداریم. کل چیز در صورت عرقیات باید باشه یا تقطیر باید شون که راحت تر بتون استفاده کنن. دوز مشخص داره اینا، اندازه مشخص داره به چی صورت تقطیر میشه، به چی صورت اینا باید اندازه گیری شوه. به خاطر یک کمک رشدش کمتر از در افغانستان، اگر درست توجه نکنن که چی مقدار جوش باید شوه، چی مقدار تقطیر باید شوه، به اون خاطر با مشکل مواجه میشن. و ساید افکت داروی گیاهی یا عوارض جانبیش، اگر ما بگویم که شاید چندین برابر از داروی طبی است اگر درست استفاده نکنن، شاید بازم کم گفته باشم، چون این داروی خالص است، خالص است، طبیعی است. اینا نباید زیادتر تکیه بهی بکنن که ما این طبیعی است و هیچ عوارض نداره اینا ما استفاده بکنیم. برعکس، اینا اگر ترکیب سازی نشه، اگر اینا سرش توجهی درست نشه، خود از این خطر ساز است از داروی طبی ما. دکتر صاحب، همی یک سوال دیگه در ذهنم گشت، تنها همی دوای کووید 19 را ساختین یا دوای دیگه مثلا به خاطر معده، به خاطر بعضی کسا مثلا مشکلات اشتهایی داشتن میباشن، از مشکلات دیگه مثلا می روی معده صحبت میکنیم، مثلا بعضی ها مشکلات از معده دارن، داروی جور کردیم به خاطر از اینا؟ داروی معده در کل، خب ما از وقتی که شروع کردیم به کار آغاز کردیم چندین سال است، اولین قدمی که ما دادیم که دارویی که باید بسازیم به خاطر معده بود. ببینید شما در وطن ما آب خوب صحیح نیست، اما هوای بسیار خوب داریم. ما چندین بار چندین نقطه را اشاره کردیم که مشکلات معده ما را چندین برابر ساخته. خب بازم اولین چیزی که ما ساختم داروی معده بود که امیجا است به نام سیروپ یا اچ پایلوری که بسیار مردم رنج می برد. با ترکیبات از اینا چی هست؟ ترکیباتش در کلا ما عرقیات داریم. شما ببینید یکی از بوتلای است که برشون لیبل ساختیم و منظم ساختیم، این تقدیرات عرقیات است که ما خوشبختانه همراه یکی از هموطنای خودمو که بسیار توجه داره به این گپا، آقای فضل احمد است که عرقیات افغانتاران است.
این که تیم هماهنگی میکنه، اساره میسازه با ما، ما به صورت اساره و تقطیر که یکی از خوبترین خواصی که اینا داره عرق نانا است، عرق کرفس است که در بسیار داروهای ما استفاده میشه. کل چیز به صورت تقطیر شده است. خب حالا آمدیم روی امی دوایی که ساختین، من یک دانش اگر اجازه باشه بگیرم که دستکش هم دارم. نوشته است رویش کویت 19. من در مورد ازی میخواستم پرسوان بکنم، این را دکتر صاحب از چه رقم ساختین؟ آیا وزارت صحت عامه در جریان هست؟ این مورد در جریان گذاشتین یا رویش کار کردین تو هنوزه؟ زمانی که شروع ویروس در چین شد، ما خواستم که چیزی باید بسازیم که از افغانستان باشه و داروی باشه که ما همیشه در افغانستان دست پایین داشتیم در قسمت ساخت داروها یا در قسمت های دیگه. حالا میخواستم که چیزی را ثبت کنیم به نام این مملکت، به نام افغانستان، و چیزی هست که موثر بود. ما از سابق که به خاطر آنفلانزا ساخته بودم، وقت در ایران بودم، بسیار نتیجه خوبی داشت. زمانی که شروع ویروس شد، من خواستم این را به سه کاتگوری تقسیم بکنم. ویروس زیادتر فشار زیاده در قسمت های طرق تنفسی میاره، به خاطر ما ایره به چند بخش تقسیم کردیم که گیاهای معروفی هم از خود هموطنای ما میتونن که غیر از یک داروها رو استفاده بکنن به شما خود برسانن، میتونن راحت‌تر، چون تحقیقات بسیار سرش صورت گرفته. یکی از ترکیبات اینا زوفا است. خب اینا باز لابراتوار شدن؟ اینا تا جایی که ما تستش کردیم لابراتوار کردیم. من چرا عرقیات استفاده میکنم یا تقطیر میکنم؟ هماهنگی ما با شرکت افغانتاران یا همی آقای فضل احمد که تیم ما کار میکنه چی است که اینا وقتی که تقطیر میشن، چیره میشن، هیچ ساید افکت یا هیچ چیز نداره، چون اینا جواز صحت عامه دارن، هیچ مشکلی به فروش عرقیات نیست. فقط ما در قسمت ترکیب سازی از این سفارت ها هست که امروی ما همکاری کردن و دادیم برای تست که انشالله ان قریب تستش باید بیاید که ما نتیجه کار خود بگیریم. خب یعنی تست دادین ایره دیگه؟ ما تست را که دادیم داخل کشور نبوده، هنوز به داخل کشور مراجعه نشده. چون از 100 نفری را که ما برش تجویز کردیم و برشان دادیم، ما 85 تست منفی دارم. چون هر کسی که بر ما مراجعه میکنه، اول باید تستش ببینم، بعد از اینکه تستش دادم دوازده دوامی باشه، بعد از 8 روز دوباره تستشان را میخوایم. البته می سوال را کردم دکتر صاحب، قبلا شاید شما آگاهی داشته باشین همی در مورد حکیم الکوزایی که بیشترن در صفات مجازی، حتی قضیه قسمی شد که رسانه‌ای شد و بالاخره اونا هم زیادتر کسا که اعتماد مردم نسبت به از این که کارشان چقدر خوب بود یا چقدر بد بود رو من نمیتونم قضاوت بکنم، چون وطن‌دارا همیشان دیدن. خب دید شما در اون مورد چی است؟ آیا فکر میکنین اگر این را به وزارت ببرین از طرف از اونا قبول میشه یا همه کاری که شما باید انجام بتین اونا؟ بله، من چون منتظر نتیجه بودم، خوشبختانه گپ خوبی که بر ما از طرف کشورهای خارج آمده، هنوز هیچ ساید افکت و هیچ عوارض جانبی از داری ما دیده نشده و انقریب ما تا وقتی که هنوز برشون لیبل نساختیم و هنوز ما عام نساختیم، فقط تعداد کسایی که برشون ما دادیم، ما میخواستیم که از 100 تا تست با مدرک با توانایی مکمل باید پیش بریم. ما میخواستیم که به ساعت هم به زمان معرفی بکنم که تست خارج هم داشته باشم، تاییدیش هم داشته باشم و ساعت هم ما چرا بهترین کار را میکنه. اگر یک شخصی که اسناد نداشته باشه یا به اصطلاح قدم میگذاره برای ملت یا داروی درست نداشته باشه، خب طبعا ساعت هم انعکاس نشان میده و وظیفه شما است باید این کار بکنه. زیر نظر پزشک باید باشه. ما بر لابراتواری که پیش میکنم میخوایم مکمل باشه. تا هنوز هیچ رسانه تا و هیچ فیسبوک، هیچ صفحه اجتماعی ما به خاطر کووید 19 ندادیم و نشرش هم نکردیم، به خاطر که تاییدی کشور خود ما رو بگیره. زمانی که کشور خود ما تایید بکنه، این خود در تمام دنیا مروج تو هنوز از این دوا توضیح کردیم ما زمانی که تستش خلاص شد، در ابتدا ما 30 نفره که زیر پوشش گرفته بودم، ما 26 تا تست منفی داشتم از 30 نفر. حالا از 100 نفر نزدیک به 78 تا 80 نفر تست منفی دارم. به خاطر زمانی که اینا از 100 بلند میشن و حالا که شروع ویروس که حالا یک وقتی است که کمتر شده، کوشش میکنیم که زودتر به ساعت ما برسانیم و خوبتر شه بگیریم. خب یعنی شما تا هنوز مراجعه نکردین به وزارت صحت عامه؟ وزارت صحت عامه چون اسنادی که ما دارم، چیزی که ما برش ساختیم، هنوز تکمیل نشده. فقط زیر کاری است که تنظیم شود در
بعد خلاص شدنش برشون تسلیم میکنیم. شما از چیز لابراتوار گفتین، در کدام لابراتوار باز چک کردین گفتین؟ ما زمانی که تقطیر میکنیم اینا، خب ما اکثرا کل چیزای داروایی رو که من میسازم چون تخصص ما در میرشته است، اکثرا خودم تست میکنم و چک میکنم. چیزایی رو که قبلا سرش تجربه شده یا داروهایی رو که میزان یا اندازه دوزش مشخص است، اینا رو من خودم ترکیب میکنم. به خاطر کشورهای خارجی هم که گاهی وقتا از کسایی که با ما به تماس شدن و اعتماد به نفسی که داشتن که ما اینو ببینیم که چی است، چون تقطیر عرقیات و عصاره هست اینا طرفدار زیادتر داره و ساید افکت به جای نمیمونه. خب امی دوایی که پیشوری ما مانده این دوایی که من متوجه هستم یا حتما از ترکیب از ما هست؟ چند ترکیبی است که بخوایم که مردم خود شریک بسازم، نه ای که خدای نخواسته ذهنشان مخشوش شود که دارو چی است. شما ببینید یکی از آثارای زوفا که گفتم، گل زوفا خودش به خاطر سینه است ریه ها را نرم میکنه، چرک یا خشکی اجازه نمیده برای شش باشه. یا اوکالیپتوس یک برگ از درختی است که بسیار خوشبوی است و اجازه نمیده. صدمه بزنه و میکروب جذب کنه، این بسیار اگزیدوفونیک کننده قوی است. ما این را به صورت بخار امی دوای کووید 19 در کل به سه بخش ما تقسیمش کردیم. یکی خوراکی است که بسیار داروهای عرقیات خوب را ما هم داشت استفاده کردیم که یکی از اسپایلونا خودش بهترین گیاه است یا بهترین داروی است به خاطر کمبوتات تمام ویتامینا. دوم دیگه که ما از آثاره های گیاه های خوب استفاده کردیم، مثل نعنا خودش بسیار مؤثر است، یا مثل شوت یا چیزایی که عام هستن میتونه مردم زیادتر استفاده بکنه. و با آمد این بخش بخارش که اوکالیپتوس است و به خاطر دماغ یا قسمت های بینی گوش اینا کل را یک شسوی مکمل میکنه. ما به سه بخشی را تقسیم کردیم. تشکر بسیار زیاد دکتر صاحب. با عنوان آخرین پیام از خودت به وطنداران ما و همچون کسایی که مثلا دوا میسازن یا داروی میخواین بسازن که در آینده بخیر بتونن جلو شوی ویروس کرونا را بگیرن، چی پیام دارین؟ در کل حالا یک زمان یک شرط شده که هر کسی میگه متوجه خود باشن، دستکش بپوشن، ماکس بپوشن، از ویروس به دور باشن. اما یک خواهشی که من از مردم خود دارم چی است که بیخ کرونا را باید از بین ببرن. متاسفانه در کشور ما مشکلی که هست فقط این از بیخ باید تداعی بکنن، تشنابایی که در این کوچه هست، در سر سرک هست، اینا رو برش چا بزنن تا از یک شخصی که قرنطین است با چندین شخص دیگه سرایت نبکنه. و دوستایی که دوام میسازن حتما باید زیر پشت ساعت اومه باشن، حتما باید به ساعت اومه معرفی شون، حتما باید اینا رو زیر پیگرد قانونی و بررسی درست بگیرن. زنده و سلامت، تشکر بسیار زیاد دکتر صاحب که وقت دادین. بالاخره حرفای شیرین از شما هم داشتیم در مورد دوایتون، همچنان کار کرده تون واقعا خوشبخت هستین دکتر صاحب. سلامت بخیر باشین. خب بیننده عزیز، ما قبلا هم گفتیم که مثل که دکتر صاحب پیشتر گفتی چیزش عام شده که دستکش و ماسک استفاده کنین، فاصله های اجتماعی رو در نظر داشته باشین و در غیاب از او بعضی چیزایی که خود وزارت صحت عموما میگه، مثلا متواتر دوستایتون نباشین و همچنان غرغره نمک و همانند این حرفای دیگه. همیشه گفتیم بازم میگم از تجمع بیمار در جایی که میفهمین استهام است نرین، خودداری بکنین. و ما اومدیم پیش دکتر صاحب، کسی که دوای کووید 19 را ساخته و ان شاء الله ان قریب به وزارت صحت عامه میره که بالاخره از طرف از اونها هم قبول میشه که چه رقم هست دواشون نتیجه میتونه میده. تشکر میکنم از شما هم که گزارش شما را بیننده بودین، حرفای از دکتر صاحب داشتیم. حالا میریم طرف یک وقفه کوتاه، بعدش ان شاء الله استدیو صبح زندگی فراموش نکنین و گزارش بعدی هم همراه همایون جان افغان همگار سرخوم هم فراموش نکنین. تشکر از اینکه برنامه ما را تعقیب کردید. به خاطر دیدن ویدیوهای قبلی ما اینجا را کلیک کنید و به خاطر دیدن ویدیوهای بعدی ما اینجا را کلیک کنید و به خاطر پیوستن همراه ما سابسکرایب کنید.